برنامه این هفته خوش آمدید. دفعه قبل با توبکا صحبت کردیم، کسی که به جوانها کمک میکنه تا مهارت‌های پایه‌ای برای کارآفرینی رو در خودشون پرورش بدن. امروز من با او در مورد اینکه این همه انرژی مثبت رو از کجا آورده صحبت میکنم. تو به دفعه قبل در مورد پروژه گفتی، کمک به مردم برای شروع کار و حرفه. آیا مطلب خاصی تو زندگی شخصی خودت بوده که باعث شده به این کار رو بیاری؟ این ایده رو از کجا آوردی؟ حتما میدونی که مادر من کارگری بوده که توی خونه های مردم کار میکرده. ما در زمان تبعیض نژادی و بی‌عدالتی در برابر سیاه‌پوستا زندگی می‌کردیم، اما باید بگم که در بین اون همه بی‌عدالتی و تبعیض هنوز هم افرادی بودن که به من کمک کردند تا به جایی که الان هستم برسم. And those people, some of them just happened to be that white person. بعضی از این افراد سفید پوست بودن. سفید پوستایی که می دونستن سفیدی فقط رنگ پوست اونهاست و روحمون رنگی نداره. هممون انسانیم. پس من الان می خوام جبران کنم و روی افراد کار کنم تا بتونن انسانهایی بشن بارها و بارها بهتر از من. تو آدم خیلی مثبتی هستی با وجود تمام مشکلاتی که تو زندگی شخصی خودت داشتی. این انرژی مثبت از کجا میاد؟ Whatever we do in the spirit of service is worshiping God. So هر کاری رو که ما با روحیه خدمت انجام بدیم عبادته و همین قضیه من رو شاد میکنه و به من انرژی میده. وقتی شما خدمت میکنی به بقیه مردم کمک میکنی و این باعث میشه که شما از لحاظ روحی و معنوی احساس قوی تری بکنی و احساس کنی که بیشتر به خدا نزدیک هستی. So how do you then make your خب تصمیمات زندگی تو چطوری میگیری؟ اینطور که از صحبتات برمیاد خدمت جایگاه خاصی تو زندگیت داره. این جایگاه کجاست؟ و در کل چجوری مراحل زندگی تو طی میکنی؟ How do you take those steps? Listening to myself, meditating and praying about it. من به صدای درون خودم گوش میکنم، در موردش فکر میکنم و دعا میخونم و با دوستانی که بهشون اعتماد دارم صحبت میکنم. بعضی از دوستام از لحاظ روحی با من همسو هستن و بعضی هاشون از لحاظ فکری. و اونها همیشه من رو با دیدگاه های متفاوتی آشنا میکنن و من خیلی از این قضیه خوشحالم. پس تو گروهی از افراد رو در کنارت داری که تو رو پشتیبانی میکنن. من احساس میکنم که تو زندگی یک پارچه ای داری. تو هیچ وقت نمیگی این قسمت از زندگیم برای کاره و این قسمتش برای تفریح. تو یک رویکرد کلی نسبت به زندگی داری. The beauty of where I'm at now. بله، زیبایی جایی که من الان هستم و کاری که میکنم اینه که همه چیز یکی هست. مثلا حتی اگه من تو تعطیلات هم باشم همزمان دارم کارم میکنم، چون من همیشه با مردم در ارتباط هستم. من از مردم میپرسم که چه کاری انجام میدن و در ضمن بهشون میگم که خودم هم مشغول به چه کاری هستم و اینطور میشه که ما موقعیتی رو پیدا میکنیم که بتونیم با همدیگه کار کنیم. خیلی ممنون تو بکاتی. No problem. خواهش میکنم لیلا، خیلی ممنون از تو. ممنون که با من همراه بودید. امیدوارم همون اندازه که من از تو بکا یاد گرفتم شما هم استفاده کرده باشید. خوب و خوش باشید.